ببخشید فارسی من اینقدر خوب نیست، ولی خب سعی میکنم که فارسی خوب صحبت کنم. فکر میکنم از دوستان ارامنه ما هستی؟ نه خیر، نه من نه ارمنی هم نه آسوری هم نه هیچی، اوک ما... من یک لبنانی هم. آی جانم بفرمایید بفرمایید. خیلی شما برم عزیزم، یک سوالی داشتم از شما. من یک مدتی پیش نزدیکای یک سال پیش که تصادف کرده بودم، بعد از اون موقع یه حالت ترس گرفتم، نمیتونم رانندگی کنم مثل اول، نمیدونم چه کار کنم. کلن اصلا رانندگی نمی کنی یا مثل قبل رانندگی نمیتونیم بکنی؟ نه فقط به همون شهر کوچیکی ما با همون رانندگی میکنم، ولی نمیتونم دور مثل اول که کار میکردم و چیز میکردم. خیلی اتفاقا برای من افتاده، مریضی عمل و اینا، ولی دیگه از نمیتونم رانندگی کنم، میترسم، یه حالت ترس منو گرفته. اولا که اون حالت ترستون کاملا طبیعیه. گفتین که پارسال این تصادف کردین؟ بله تقریبا یه 13-14 ماه هست. اوکی، بعد از اینکه این تصادف، اولا تصادف تقصیر شما بود یا بهتون زدن؟ تقصیر من بوده. تقصیر شما بوده. بعد شب بوده یا روز بوده و یا اینکه میدونی من یه عمل بزرگی داشتم، چیزی مرخصی از کار نگرفتم، همون عمل کردم، یک دو هفته استراحت کردم تو خونه، بازم برگشتم به سر کارم. بعد اون موقع که دبل مسترکتی می داشتم. اوکی. بعد اون موقع که این تصادف اتفاق افتاد بعد از عملتون بوده؟ نزدیک یک سال بعدش تقریبا. بعد از عملتون بهتون قرصی مسکنی چیزی داده بودن؟ بله چیز اکسیکودین میگرفتم، وایکادین میگرفتم، ولی سعی میکردم اون موقعی که من میخوام کار کنم مثلا اون شبش رو نگیرم. اوکی. بعد کارتون توی شب بود و این تصادف شب اتفاق افتاده؟ نه روز اتفاق افتاده، ساعت 10 صبح. اون موقع که تصادف کردین قرص خورده بودین؟ شاید یک 10-15 ساعت قبلش بوده، یعنی سر شب بود که موقعی که گرفتم کورسم، ولی صبح ساعت 9-10 رفته بودم سر کار. اوکی. بعد از تصادف دیگه مطلقا نرفتین سر کار؟ نه رفتم یک مدت بعدش، بعدا دیگه دکتر منو چیز کرده، برای اینکه عمل دیگه داشتم، 3-4 تا عمل دیگه داشتم بعد از اون، بعد از اون دیگه نشستم خونه، ولی از اون موقع که نشستم خونه دیگه یه خورده ترس منو بیشتر گرفته. اوکی. من سوال برام هستش، میخواین خودتون برگردین سر کار؟ کارتون دوست داشتین؟ والا دیگه کاری دیگه مجبور بودم، نمیتونستم کار دیگه بکنم. الان روی دیسابیلیتی هستین؟ الان چیزه، فقط دیسابیلیتی میگیرم از انپلویمنت. اوکی. امور مالیتون میگذره؟ یعنی محتاج نیستین؟ والا خب چرا دروغ بگم، ولی راستش اینه بله، ولی الان نمیتونم، برای اینکه تازه یک دو ماه پیش یه عملی دیگه کرده بودم، برای همین الان نمیتونم، اونم تو گردنم بوده. اوکی. یعنی نمیتونم زیاد گردنم این طرف و اون طرف چیز کنم. اوکی. بیرون از اون شهر کوچیکی که هستین به غیر از کار چیزی یا کسی، آدمای دیگه ای هستن یا اینکه همه دوست و خانواده دور و برتونن؟ والا اون شهری که ما تو زندگی میکنیم یک شهر خیلی کوچیک، 4,000 نفر 5,000 نفر بیشتر نیستن، ولی اون شهر دیگه که هست خب تمام دوستا و آشنایا اونجا هستن. بعد وقتی بخوایم اونا رو بخوایم بریم ببینین چجوری میری؟ والا یک موقع بچه ها میخوام برن، یه شوهرم یه چیزی، خب منو میبرن میارن، ولی خب نمیدونم موقعی که میشنم پشت فرمان یه حالت ترس منو میگیره. اوکی. ولی لزوماً در عرض روز خودتون احتیاج ندارین که اونجا برین و برگردین، اگرم میرین با فرزندانتون میرین یا با همسرتون میرین، درسته؟ بله بله.
پس این که رانندگی نمی کنین به شهرهای دیگه اونقدر مزاحم زندگیتون نیست. نه خیر، اوکی، من توصیم به نمیدونم چیکار کنم، که این ترس رو چیز کنم. الان در حال حاضر جواب من بهتون اینه که هیچ کار. خب دلیلش هم اینه که شما الان چیزی که خیلی اهمیت داره این هستش که به نظر میرسه سلامتیتون به خاطر عملای مختلفی که دارین میکنین خیلی ظریفه و ترس شما از لطمه خوردن به این سلامتی ظریفه. بنابراین حتی وقتی خودتونم رانندگی نمی کنین، اگه کسی دیگه ای داره رانندگی میکنه، اگه دقت بکنین یه مقداری نروسین. حتی از خونم اگه پیاده هم بریم بیرون یه مقدار نروسین اگه تنها باشین. اینم به خاطر اینه که الان سلامتیتون رو خیلی به خاطر اینکه هی دکتر میرین و بعد عمل بکنین خیلی حواستون به تمام تغییرات و تحولات جسمیتون هست بله، و باید هم باشه، چون الان شما دارین برای سلامتی خودتون میجنگین. درسته. خب ولی کلا من آدم ترسو نیستم، مطمئنم میدونی، همینطوره. شجاعم وسط سر. مثلا یه چیزی بسه، مثلا شاید برم بیرون از خونه ببینم چه خبره، میدونی. درسته، اصولا کسی هستین که دوست دارین زندگی کنین، خب بله، و این واضحه. الان تمام انرژیتونو تا یه 6 ماه 8 ماه دیگه بذارین روی سلامتیتون. 6 ماه 8 ماه دیگه اون وقت من و شما راجع به رانندگیتون با هم صحبت میکنیم. الان زوده، چون شما الان همه انرژیتون باید صرف این بشه که سلامتی جسمیتون رو پیدا کنین و امنیت سلامتی جسمیتون رو پیدا کنین. آها، این که براتون جا بیفته که من حالم خوبه و بله، دیگه عمل لازم ندارم، بیمارستان لازم ندارم، درمان لازم ندارم، اون که جا بیفته اون موقع میتونیم به رانندگی تو خیلی راحت برمیگردی، چون اون ترس در اصل با یه ترس دیگه قاطی شده و اونم سلامتی و جسمتون اوکی باشه است. اینا با هم قاطی شده. شما اصولا از رانندگی ترسی ندارین. اون تغییر میکنه براتون. تا یه سال دیگه خودتون خواهید دید. ولی الان من نزدیک 1 سال هست که رانندگی نمی کنم. بعد نیست؟ نه، چون احتیاجی هم نداشتین که برین. ولی اگه بتونی یه خود این ور اونور شهری که کوچیکه دور ور خودتون گهگاهی برین گروسری بخرین یا برین همطور فقط ویکند اگه خلوت باشه به چرخی شما به رانندگی بکنی، همینقدر که فقط تمرینش از بین نره، تا یه سال دیگه خودتون میبینین که کاملا حالتون اوکی میشه. خدا کنه، خدا کنه. میدونی من یه آدمی هستم که دوست ندارم که کسی به من کمک کنه، منو به ببره همین دلیل بیاره، به همین دلیل خودمو بکنم. الان اجازه بدین که اطرافیانتون ازتون نگهداری بکنن، چون مطمئنم اونا اصلا مایند نمی کنن و شما همیشه خیلی آدم ایندیپندنتی بودین، رو پای خودتون بودین و الان یه خود فرصت بدین تا حالتون بهتر شه. خدا کنه، الهی صدات برسان. شما خیلی به من دلداری میکنی. ممنونم ازتون، سال نو تبریک میگم، سال یک باشه، دنیا ممنون. سال سلامتی باشه انشالله براتون. شما هم همینطور از دلم. یک دنیا ممنونم از وقت خوب شما. مرسی، مرسی، خیلی لطف کردین زنگ زدین، متشکرم.